غزل سارمی متولد 1357 در تهران بازیگر سینما و تلویزیون ایران است. غزل دوره بازیگری را در کلاس‌های آزاد گذراند. بازی در سینما را از سال 78 با عروس آتش به کارگردانی خسرو سینایی آغاز کرد. این بازیگر جوان کشورمان پس از درخشش در این فیلم و بازی در چند اثر سینمایی و تلویزیونی دیگر به قصد ادامه تحصیل به کشور سوئد مهاجرت کرد و حالا با تجربه زندگی در کشوری دیگر و میان مردمانی با فرهنگ و آداب و رسوم دیگر به کشور بازگشته و به گفته خودش دلش برای بازیگری تنگ شده و قصد ادامه فعالیت در دنیای سینما را دارد. غزل سارمی درباره جدایی از همسرش میگوید: من یک بار ازدواج کردم و از همسر سابقم جدا شدم. معتقدم جدایی یکی از تلخترین اتفاقهایی است که میتواند برای هر انسان در زندگی رخ دهد و باید تا حد امکان از آن پرهیز کرد. بلطب باید در ابتدای هر رابطه عاقلانه تصمیم گرفت تا در نهایت کار به جدایی نکشد. من همیشه تمایل به زندگی خانوادگی داشتم و دارم و تشکیل خانواده برایم حس خوبی دارد. وقتی کسی تجربه تلخ در این زمینه داشته باشد، بیشتر از قبل در این مورد حساسیت به خرج می دهد تا این بار زندگیش سرانجامی شاد و موفق داشته باشد. این حساسیت حتی از جانب خانواده هم بیشتر می شود. این بازیگر که پس از بازی در عروس آتش در چند فیلم کوتاه و فیلم تلویزیونی بازی کرد، درباره فعالیت خود اینگونه توضیح داد: پس از فیلم سفر سرخ که در جشنواره فیلم فجر نیز دیده شد، بازی در تئاتر را به کارگردانی داوود دانشور تجربه کردم که خوشبختانه تجربه ارزنده‌ای بود. همزمان با بازی در عرصه سینما و تئاتر دانشجوی سینما شدم و همزمان با درس خواندن در تلویزیون نیز بازی کردم. وی ادامه داد: در همان دوران بسیاری از نزدیکانم می گفتند که اشتباه کردم وارد تلویزیون شدم و معتقد بودند بعد از عروس آتش باید منتظر پیشنهاد خوب می ماندم. اما خوشحالم که به تلویزیون رفتم و به هیچ عنوان پشیمان نیستم. با حضور در تلویزیون و در کنار بزرگانی چون زنده‌یاد رضا ژیان، اکبر عبدی و اکرم محمدی درس‌های مهمی آموختم و لحظه‌های خوبی را تجربه کردم. یکی دیگر از فعالیت‌هایم در دوران دانشجویی این بود که فیلم کوتاه ساختم و بعد از پایان درس سینما تا مدت‌ها مشغول فیلمسازی و کسب تجربه‌های مختلف بودم و در نهایت برای ادامه تحصیل به سوئد رفتم و ادبیات خواندم. بازیگر فیلم سفر سرخ در پاسخ به این پرسش که چرا برای ادامه تحصیل حوزه سینما را انتخاب نکرده توضیح داد: سینما حرفه سخت و در عین حال تجربه گرایی است و بیشتر از آن که تحصیلات در این عرصه کارآمد باشد، تجربه کردن کارساز است. در آن زمان موقعیت‌های خوب برای بازی در سینما کم بود و فیلمنامه‌هایی که پیشنهاد می‌شد بی‌کیفیت بود. به همین دلیل ترجیح دادم ادبیات بخوانم تا با دنیای دیگری آشنا شوم. البته در این فاصله در فیلم تلویزیونی آخرین شب بارانی بازی کردم. سارمی با اشاره به بازگشتن به ایران و فعالیت‌هایی که داشته عنوان کرد: البته پس از بازگشت به ایران بار دیگر سراغ سینما رفتم و در همان آغاز راه در فیلم کوتاه خانه‌ام را دوست می‌دارم که دست کمی از یک فیلم بلند سینمایی هم به لحاظ حضور عوامل و هم ساختار نداشت حضور یافتم. در این فیلم کوتاه با بهزاد خداویسی همبازی بودم و جورج هاشمزاده تهیه کننده بود و بهادر ادب نیز کارگردانی اثر را به عهده داشت. همچنین فیلم های تلویزیونی چون آخر یک شب ساخته رضا حسین آبادی را در نوبت پخش در تلویزیون دارم. این بازیگر با تأکید بر اینکه دوست دارد بار دیگر به سینما برگردد گفت: فیلمنامه‌های بلند و کوتاهی به من پیشنهاد شده، اما با احتیاط حرکت می‌کنم تا پس از این همه سال راه اشتباهی نروم و فکر می‌کنم هنوز آمادگی کامل برای این حضور را ندارم.
البته ناگفته نماند که بسیاری از سینماگران و کارگردانها نمیدانند به ایران برگشتم و شاید اگر با یکی از کارگردانهای خوب کار کنم ترس ناشی از احتیاط زیادم از بین برود. مهاجرت به قصد تحصیل و دوری از بازیگری برایم سخت بود. دوری از فضای کارم، خانواده و از همه مهمتر زبان مادری واقعا دشوار است، اما حس می کنم به این تجربه نیاز داشتم و برایم آموزنده و سازنده بود. زمان تحصیلم در سوئد با مشکلاتی که گفتم روبرو بودم و شاید آن زمان تحملشان برایم سخت بود، اما از آنجا که به فاصله گرفتن از وقایع و بعد قضاوت در موردشان معتقدم، حالا که به گذشته نگاه میکنم فکر میکنم این سفر و زندگی در خارج از کشور و تحصیل در آنجا برایم لازم بود و در زندگیم تأثیر مثبت خود را گذاشته و امیدوارم این اثرگذاری تداوم داشته باشد. وقتی به ایران بازگشتم و کار بازیگری را شروع کردم، واقعا حس کردم دوباره متولد شدم. من همیشه لقمه‌های خوشمزه غذا را آخر می‌خورم و یا نگه می‌دارم برای بعد. فکر می‌کنم در مورد بازیگری هم همین اتفاق افتاد. بازیگری برایم بسیار خوشایند و جذاب است و آن را نگه داشتم تا تحصیلاتم به اتمام برسد. وقتی پس از سالها دوباره جلوی آن قرار گرفتم، قدر بازیگری را هزاران بار بیشتر از قبل دانستم و با خودم گفتم من چقدر به این فضا علاقه و تعلق دارم. غزل سارمی درباره مهاجرت خود میگوید: اگر در کشورهای اروپایی سحرخیز نباشید، همه چیز برایتان از دست می‌رود. در مورد کشور سوئد که در آن زندگی کردم، این را با اطمینان میگویم که سحرخیز بودن جزو خصلت‌های مردم این کشور است و اگر سحرخیز نباشید، باید با بخش بزرگی از زندگی اجتماعی، کاری، تحصیلی و غیره خداحافظی کنید. سوئد کشور وسیعی است و از جنوب تا شمال آن کشیدگی زیادی دارد. به همین خاطر آب و هوای شمال و جنوب این کشور با هم خیلی متفاوت است. همینطور ساعات روز و شب در این کشور با کشور ما خیلی تفاوت دارد. ما در اقلیمی زندگی می کنیم که به جهت جغرافیایی در منطقه چهار فصل و بسیار خوب است، اما همه کشورها این مزیت را ندارند. در کشور سوئد و در شهری که من در آن زندگی می کردم، 6 ماه از سال شب و 6 ماه از سال روز است. خوابیدن در هوای روشن یا بیدار شدن و فعالیت اجتماعی در هوای تاریک واقعا سخت است. 6 ماه از سال باید در تاریکی از خواب بیدار می شدم و 6 ماه از سال باید در روشنایی روز می خوابیدم. اوائل واقعا برایم عجیب بود، ولی خب کم کم عادت کردم. جالب این که وقتی به این کشور رفتم با پنجره های دو جداره مواجه شدم که بین این دو شیشه پرده های کرکره‌ای و بسیار ضخیم وجود داشت و شب از این پرده ها استفاده می شد. وقتی برای اولین بار ساعت 12 شب را در روشنایی کامل روز تجربه کردم، تازه فهمیدم این پرده ها چقدر به درد می خورند. راستش خیلی حساس هستم که شبها زود بخوابم تا بتوانم صبحها زودتر از خواب بیدار شوم. خیلی از دوستان و همکارانم به خاطر همین موضوع از من متنفرند. فکر میکنم مدتیست من هم از راه بدر شدم و برایم پیش میآید که شبها دیر بخوابم و طبعا از اون طرف هم صبح نتوانم سحرخیز باشم، اما قطعا سحرخیز بودن را به همه توصیه میکنم چون با طبیعت بدن سازگارتر است و شما با حال بهتری از خواب بیدار میشوید. در ابتدای ورودم به کشور سوئد حسابی چاق شدم. فکر میکنم دوران دانشجویی کلن چاق کننده است، چون در این دوران مغز شما به قند بیشتری احتیاج دارد و شما هم تمایل بیشتری به خوردن شیرینیجات پیدا می کنید. ضمن این که ورود به یک کشور غریبه و آشنا شدن با انواع و اقسام خوراکی های جدید برایتان وسوسه کننده است و دوست دارید همهشان را امتحان کنید، اما نتیجه این کنجکاوی اضافه وزن است که اصلا خوشایند نیست. خانم بازیگر در ادامه میگوید: گاهی برای بهتر شدن حالم ظرف میشویم. شستن ظروف با آب ارتباط دارد و به پاکیزگی منجر میشود و برایم حس خوبی دارد. اگر بی‌حوصله یا ناراحت باشم، کشیدن نقاشی یا خواندن کتاب همیشه حالم را بهتر میکند.
قبلا روانشناس ها معتقد بودند برای بهتر شدن حال باید در مورد مشکلات یا وقایع ناراحت کننده در زندگی صحبت کرد، اما الان مقالاتی را در این زمینه می‌خوانیم که برخی خلاف این موضوع اعلام نظر کردند و معتقدند نباید خاطرات بد را مرور کرد. به نظر من هم باید از مشکلات ناراحت کننده فاصله بگیریم و با مرورشان خودمان را ناراحت نکنیم. باید بیاموزیم که خودمان را از مسائلی که ناراحتمان می‌کنند تا حد امکان دور نگه داریم. قطعاً ورزش و هنر می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند. غزل سارمی می‌گوید به خاطر وجود لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی در ایران تا حد امکان سعی می‌کنم از مشابه‌های ایرانی استفاده کنم. من از خمیردندان و شامپوی ایرانی استفاده می‌کنم. رنگ موهایی با برندهای خیلی مشهور که امکان تقلبی بودنشان بیشتر است استفاده نمی‌کنم. همینطور از کرم‌های ضد آفتاب، پنکیک و کرم‌های مرطوب کننده ایرانی استفاده می‌کنم و راضی هستم.